بازخوانی، مرور بر تاریخ. این در دوران گذشته ها یک نوع جنگ جنگ همی رقم بود که ایجم که یک سطح استارت می شد، اوجم یک سطح استارت می شد، قلب داشت، میمنه داشت، میسره داشت، پیشودی داشت، رقب داشت، بازی به جفه می آمد، ایتو تشار می شد. در دنیا بعد پسانتر این جنگ گم شد، فهمیدن که این جنگ جنگ کارساز نیست، تلفات زیاد داره، نتیجه نیست. بنابراین کنگی فکر کرد که وقتی که تو جای روبرو میشه تو خواهد ترتیب این رقم تکر نکنه، یا چند کار کنه، یا بیا این دور بزنه از بالا هم اینی که امان نبود، یا بیا از پشت سرش دور بزنه، یا بیا یک شق کنه، کل خواهی یک اضافه گیر زیاد کنه، راست میره شق کنه، شق که کد باز دور شد. به این نقطه که شکستان داشت کلشن بشه، این نقطه را که پران کلشن خط کابل محاصره، یک نقطه ما را که از استقامت سویلی پران کل خط ما را چی کرد؟ طور مثال ما و شما در این جنگ های مختلف دیدیم، دشمن ما و شما امرای ما و شما رو برو بود که چی شود، ما و امرای دشمن ما و شما کجا فرقه جوره داریم، در بخورده مکمانا رو کردیم، ما مدیم چاره کار این بقل این بقل زده شد، خود بخود چی کرد؟ بسطان نشد. او روز یک کتاب جنگ عرب اسرائیل را میخوانده بسیار زدن اسرائیل، اسرائیل بعد از اینکه کشف کرد دید که فلانه نقطه این قوای مصری و این قوای مصری در بینش دو قوای که یک جا شده اینمی نقطه زید تمام قوای زیری ها را گرفت امی نقطه را که زد دور خورد یک قسم قوای مصری در مصر در محاصر را مصر استاد کرد. خب اصل تمرکز، اصل چی؟ تمرکز. هر کس بتانه در یک لحظه واحد در یک زمین خاص نقطه ضعیف دشمن کشف کنه، کل قوای قوی خود جمع کنه، همین نقطه را بزنه برد بود. یاد کل قومندان صاحبا باشه، قومندانی که اینمی اصل بتانه خوب شد برد به قومندانیش در جنگا که اینمی کار بتانه شد شجاعت گرد. ما در طول دوران جهان صف اگر نبود دیگه نبود دشمن بود، طور مثال در فابریکه بود دشمن بود، در ایجا دشمن بود، در اوجا دشمن بود، در نهرین دشمن بود، در فرخار دشمن، در اوجا مسئله میکردیم که دشمن در کجا بود، میپالیدیم فهمیدیم که دشمن در فرخار واسد زید، اولین دیدیم زید از بد چند نفر پنچه چند نفر اشکش کشم به درشان چند تا خوش چند تا ای خواهی خود جمع کدم غافل گیرانه تا دان دروازهش که رفتم اولین مردی را خیل کدم خوش خبر نشد جمع کدم یک نقطه را دارد افراسه دیکن از نقطه نظر تعداد دشمن قوی بود از ما کده نجیب بلی، از نقطه نظر سلا قوی بود بلی، از نقطه نظر عجیب قوی بود بلی، مگر ما چی کردیم؟ اصل تمر اینی تکتیک خود جمع کردم در یک نقطه غافل گیران او که پر دیگر را میوردم برای چند تارتان خواهدن خلاص در یک زمان خواست ضرور به تحقیق پیدا کردیم که نهرین بود در یک زمان خواست دو سه روز پرگردی در کوها کردیم خود در بغل نهرین رساندیم تا لحظه که سر فرقه نهرین فیر میکرده دشمن آرام آرام بود اصل غافل گیری مرا ها زده نهرین در ظاهری من که ما دیگه نسبت به دشمن قویسته چرا ما فهمستیم برای این اصل نسبت به دشمن نه تعداد نه تجهیزات نه امکانات برابر از اونه مگر یک تکتیک خوب استفاده کردیم کدام اصل تمرکز ما و غافل گیری انشاءالله گفتتان است یه مره دینی خط درازه ما و شما سل کنیم بکنیم این مربوط به اطلاعات دقیق آجی هم شیرالم سل کنه که دینی طول خطش کجاست نقطه دقیق بعد در یک زمان خاص نباید که کابل هم بود در یک افراد خودم در برابر دو سه موضع دشمن
از نقطه نظر تعداد زیاد کنه، اصل غافل گیر راحت کنه که دشمن نفهمه و ضربه بزنه موضوع را نفهمه. گفته تا نیستم دشمن ما خبر نه غافل گیرانه در برابر چند موضع محدود ما امی اصلا مراحت کنه، جمع کنه، در یک جا ترتیب کنه، همون نقطه را بزنه ما شما را می پرم. این یک اصل است که یکی از امون نابغای جنگ که ناپلئون است بزرگترین کمال از آرام بزرگترین که وقتی که امرای حریف رو برون می شده امرای کی؟ روسیه یک امپراتوری، اتریش دیگه امپراتوری، آلمان دیگه امپراتوری، کل ایتالیا دیگه، کل لگی در برابرش این یک فراسه یک نیست، یک فراسه این دیگه سعی میکرد که کجا رو بزن در جنگایی که کل مردم فکر میکرد که نصر نوشت از این آدم خلاص او طرف هم صف استارت میشد، این طرف هم صف استارت میشد وقتی که دو طرف همی صف استارت میشد این همی آدم همی هست همارا نقطه ضعیف همی فی تو خود جمع میکرد این همی یک نقطه رو میکرد. یکی از مسائلی که بسیار نقش داره در تمرکز او تحرک است. هر کس که تحرک داره تنظیمت بشه هر بار که میخوایم تعرضم کنم با این که یک گفت نیست که من میرم حزب را گم میکنم با این که گمش که همه خلاص را بریم از جور بیم خلاص وزارت دفاع نه وزارت دفاع برو به نظر کنم بیا که جور بیم بیا که جور بیم ما از نیت پشت سر خبر نیست و اوضاع را خراب کردن از بخش نظامی گیدیم در اوجا نظام معمول رقمی که باید لازم بود قطعات، ترتیب، تنظیم، خورد، کلان، این گفه را به وجود نوردن نه مثلا در دوران جهاد من بسیار مجبور شدم یک قسمت جنگ داخلی در بین خود جمعیت بود وقتی که من رفتم در داخل در شمال یک تعداد کشیدن که پس کوتنی پس کوتنی یعنی شما دو طرف کوتنه یا آمده در اینجا ستنگی ها ورق ورق انداخت که چطور چنان زن دوگه با نکرد در پرخاروسات چند تا را زدیم در اشکمش چند تا جمعیتی را دواندیم زدیم در طالقان خود جمعیت را زدیم یک تمرکز یک وحدت قومنده به وجود آوردیم نتیجه برد مگر بعدتر در دوران کابل هیچ جای نخواستم که فشار ناپیدی هست فشار که برادر خود اصلاح و ای گرد ای سفر که بعد مصیبت بود و رو دیگه به این ترتیب هدف، تعرض، تمرکز، صرفه‌جویی می‌اثر ما.